جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران با ما همراه هستند. آقای مقدم سلام عرض ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. بزرگوارید. آقای مقدم، گزارش را با هم دیدیم. زندانی شدن روزنامه‌نگاران در برخی از کشورها، آن هم به دلیل انجام حرفه خبری اما با اتهام‌های خلاف واقع، حکایت از چه واقعیتی داره؟ بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که خب خیلی خوب بود گزارش که من شنیدم از رسانه شما. گزارش خوبی بود و اشارات خوبی هم داشت. این تبع قدرت دیگه، متاسفانه حکومت‌هایی که در اونها دموکراسی رایج نیست و مرسوم نیست، متاسفانه شیرازه از قدرت طلبی و رفتارهای غیر دموکراتیک رو دارن، معمولا دوست دارن که همه چی تحت سیطره اونها باشه. از جمله مطبوعات و رسانه ها باید مطابق میل قدرت و حکومت حرف بزنن، مطلب بنویسن و طبیعتاً با توجه به اینکه بخش مهمی از جامعه به دنبال اطلاع از اخبار، اطلاع از رفتارهای غیرقانونی حکومت ها هستن، طبیعتاً رسانه ها که در رسانه ها شاغل هستند و ذات به شما عرض کنم که رسالت خبرنگاری ایجاب میکنه که رفتار رسانه ها و شما عرض کنم که اطلاع رسانیشون بر شیوهی قرار بگیره که به روشنگری افکار عمومی منجر بشه و طبیعتاً یک تعارض و تضادی بین حکومت های مستبد، حکومت هایی که قدرت رو یک پارچه برای خودشون میخوان و مطبوعات که به نوعی رکن چهارم دموکراسی هم محسوب میشن همیشه بوده و هست و در کشور ما هم متاسفانه این روند از ابتدا بوده و چه بسا همینطور که اشاره هم شد در مقاطعی دچار فرازی زیادی شده و رسانه های سانسور شدن، رسانه های محدود شدن و حتی رسانه های ممنوع چاپ شدن و این شما عرض کنم که جریان یک جریان به شما عرض کنم متداول شده و ما در خود من حداقل در این 30-40 سال عمری که سابقه کار مطبوعاتی دارم بارها و بارها شاهد این رفتارها بودم و دلیل عمدش اینه که حکومت‌ها از هدایت افکار عمومی به سمت به شما عرض کنم شفافیت، به سمت درک حقایق نگرانن و فکر میکنن که با این رفتارهاشون میتوانند جریان افکار عمومی را به نفع حکومت، به نفع قدرت تغییر مسیر بدن. در حالی که خب خیلی واضحه الان ما در عصری واقع شدیم که بهش میگن عصر ارتباطات و ابزاری که در اختیار ما هست همه ماها تبدیل به یک خودرسانه کرده. همه مردم میتونن اگر اراده کنن با این ابزاری که در اختیارشون هست حرفشون رو به هر جا که میخوان منتقل کنن، هر نوع مطلبی رو که میخوان منعکس کنن و به نظر من تلاش حکومت‌های توتالیتر، تلاش حکومت‌های مستبد برای جهت‌دهی به جریان رسانه‌ها یک جریان کاملاً، یک فعالیت کاملاً بیهوده است و هیچ طرفی از این سیاست‌ها بر نمی‌بندند. آقای مقدم، شما امروز از خبرنگاری و فعالیت رسانه‌ای در ایران چه تعریفی دارید و خبرنگاران طی چند دهه اخیر با چه مشکلاتی بر سر راه شغل خود مواجه بودند؟ بفرمایید. اون چیزی که الان در بین اصحاب رسانه رایجه در بین خبرنگاران، خبرنگاری در ایران رو به نوعی راه رفتن روی مین تعریف می‌کنه. خب شغلی نامطمئن، شغلی ناپایدار، پر ریسک و همه این به شما عرض کنم که مسائل این شکلی در بطن کار خبرنگاری ایران نهفته است و همه روزنامه نگارا میدونن که این شغل برای اونها شغل پایداری نیست و من بارها و بارها شاهد بودم در رسانه‌هایی که فعال بودیم، هیئت تحریریه‌ای که عموماً افرادی که در این حوزه کار میکردن این حرفه رو به عنوان شغل دوم خودشون و چه بسا شغل هم نه، یک کار دلی، یک کاری که مبتنی بر علاقه درونی هست و به شما عرض کنم نمیتونه به عنوان یک شغل تلقی بشه. ناامنی خب
در این شغل فراوان هست، از جهت اقتصادی، از جهت ناپایداری شغلی، از جهت امنیت شخصی که خب خیلی ما شاهد بودیم که افرادی رو به دلایل مختلف گرفتن، همینطور که در گزارش هم دوست عزیزمون همکارتون اشاره کردن، بازداشت شدن و با همه این تفاصیل خبرنگاری، کار رسانه در ایران همچنان مورد مراجعه هست و دوستان زیاد، عزیزان زیادی هستن که این کار رو دوست دارن و واردش میشن و طبیعتاً تبعات اون شغل رو هم بر خودشون هموار می‌کنن.